بله عزیزان، برگشتیم به استودیو. سلام مجدد خدمت شما. در خدمت دکتر عباد هستیم. سوالات اونقدر زیاد هست دکتر که یه سلام علیکی بکنید و بریم سراغ پاسخ دادن به سوالات شهری. خیلی ممنون. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، بنده هم خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار آقای موحد و همچنین دست اندرکاران برنامه و بینندگان عزیز و محترممون عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. من زیاد متولی نمی کنم مقدمه تا اینکه به هر حال برسیم. خواهش میکنم. پس سوالات رو بیشتر پاسخ خواهش میکنم. پس شما تشریف ببرید در واقع در جای اساتید و ما هم یه میان برنامه میبینیم و برمیگردیم. شد ماه خدا. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند دعای روزدار هنگام افطار اجابت می شود و می فرمایند هر روزداری هنگام افطار در هر شب دعای مقبولی را خواهد داشت. پس از این فرصت استفاده نموده و بهترین دعا را برای هر شب خود انتخاب نماییم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند میوه ترنج است که بوی آن خوش و طعم آن شیرین می باشد و مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند مانند خرماست که بوی ندارد اما طعم آن شیرین است. اللهم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذهاب همی و غمی بله، برگشتیم به استودیو و صدا رو میشنویم. شما میتونید پیام های سوالات خودتون رو از طریق واتساپی که الان زیرنویس میشه برای ما ارسال کنید یا تماس بگیرید به صورت تماس مستقیم تلفنی، یا اگر واتساپ دارید و اینترنت در دسترستون هست میتونید پیام صوتی ارسال کنید. پیام صوتی شما توی برنامه پخش میشه. قبل از اولین پیام صوتی که پخشش کنی من یکی از سوالات رو میپرسم از دکتر. دکتر دوستی پرسیدند که ما در منطقه از بلوچستان زندگی میکنیم که تمام اتفاقاتی که برای مردم میفته از جمله سردرد، گرفتاری ها، مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی را میگویند از سحر و جن است و بعد مولوی هایی هستند که بر روی آنها میخوانند، جیغ و داد کرد و سر صدا میکنند و این در منطقه ما بسیار گسترده شده است تا حدی که هیچ خانواده‌ای وجود ندارد که شخصی سحر شده در آن وجود نداشته باشد. آیا اینها واقعا سحر است؟ آیا اینکه شوهر من نمیتواند خوب درآمد داشته باشد هم از سحر است؟ آیا تمام مشکلات روستای ما از سحر است؟ آیا این مولوی ها راست میگویند؟ اولا سحر واقعیت داره. این که بگیم حالا ما میخوایم انکارش کنیم نه، چون چیزی نیست که بشه انکارش کرد. حالا بسی اعمال ها و روش هاییست که شیطانی که به هر حال توسط انسان ها انجام میپذیره برای ضربه زدن به افراد دیگر به نص قرآن. اما اینکه حالا هر بیماری، هر نوع موافقیتی، هر حالا کج خلقی که ایجاد بشه در یک خانواده اون رو ما ربط بدیم به سحر، این من فکر میکنم این خودش اصلا شاید یک دلیلی بر حالا کم ایمانی و کم توکل باشه بلد. که انسان به خداوند خودش و به الله متعال چیه توکل چندان نداره و الا اگر انسانی ملتزم باشه و به سنت ها مواظبت داشته باشه، از کار رو بخونه، بدون شک هیچ احدی و هیچ ساحری به لطف خداوند و به حمایت خداوند عز و جل نمیتونه بر اون چیره بشه. این که ما هر مشکلی که حالا از دست خودمون برمیاد، ناموفقیتی، حالا
بد رفتاری ها در خانه و در منزل نسبت به همدیگر زن و همسر فرزند و والدین همه اینا رو بخوایم نسبتش بدیم به سحر این کار درستی نیست کار صحیح نیست و نمیشه گفت که حالا اون چیزی که حالا هر کسی میخواد بگه مولوی باشه یا غیر مولوی باشه اینا بگیم که اینها حتما از آثار سحره سحر هست وجود داره اما میشه گفت با جرأت 80% تا 90% اون اموری که به هر حال داره رخ میده در جامعه ما و ما متسببش هستیم اینها ربطی به سحر نداره حقا و این بلکه حالا بعد در اثر بگیم روش‌های بدی که ما اختیار کردیم یکی میاد خواستگاری دخترش شرط و شروط‌هایی میذاره دختره به هر حال شرط و شروطی میذارن مرد خود طبعا بدون شک یک بار یا دو بار به هر حال میره سراغشون اما بعد دیگه حتما جای دیگه فکر میکنه و کسان دیگر هم که این رو دیدن و شروط رو به هر حال متوجه شدن هم حتما اقدام این کار رو نمی کنن دیگه به اون منظر سر نمی زنن برای خواستگاری دختره میمونه بعد میگن ما سر شدیم ببین این اشتباهاتی است که از خود ما سر میزنه نه اینکه اینطور نیست که بگیم هر چیزی ربط داره به سحر و اینا اگر بیماری داشته باشه کسی روانی باشه اینا باید بره مراجعه کنه به پزشک انکار نمی کنیم که حالا اینها بیان قرآن درمانی کنن قرآن رو بخونن آیات به هر حال سوره البقره رو بخونن معوذتین و سوره فاتحه رو بخونن تا اینکه زیرا که خداوند میفرماید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین فقرآن شفا هست به قصد شفا بخونه انشاءالله که مفیده بدون شک اما اینکه ما هر چیز رو بله هر چیز رو ابتدیم به سر چون چیزی یعنی اون شفایی که قرآن داره اون شخص خودش میتونه روی خودش بخونه بله. خودش قرآن تلاوت بکنه مادر روی فرزندش بخونه نیاز نیست که برام پیش یک نفر که اون شخص فقط قرآن بخونه به موضوع جالبی اشاره کردین برادر آقای موحد اون اینکه ما فکر کنیم حالا برای ابطال سحر یا برای اینکه ما علاج پیدا کنیم حتما بریم پیش یه مولوی آقای معینی چون چیزی نیست بلکه قرآن خودش ذاتاً شفا هست ربط به این نداره که اون فرد بخونه یا شما بخونید بلکه اصل اینه که هر کسی خودش بخونه اصل اینه که انسان از کار خودش بخونه حالا اگر کسی بدونید که اهل تقواست پیش نماز به عنوان مثال عالم هست اگر این وقت رو بهت بده که معمولاً این اشخاص وقت بد نمیدن و خودشون معرفی نمی کنن اصلا این توریست که اینا معین باشن و رفتین پیش بزرگواری به هر حال این کار رو کردن به هر حال خب میگیم که حال عالم هست دانا هست و به هر حال به قرآن و تفسیر مطلع تره مانعی ایجاد نمیکنه اما اینکه ما یک فرد معینی رو همیشه بخوایم به عنوان علاج ازش بریم پیشش و معرفیش کنیم شاید این رسمی در صدر اسلام نبوده یک سوالی که اینجا پیش میاد جزئی از این سوالشون بود این که خب میبرم پیش یک مثلا حالا خودشون که اون از منطقه بودن گفتن میشه مولوی میبرم و یه چیزی میخونه و سوره میخونه و اینم داد و جیغ و داد و اینا میکنه و صحبت میکنه و سر صدا میکنه پس این چه چیزی میتونه باشه و مولوی میگه که این قرآن چون شفا این از قرآن میترسه و داد میزنه ببینید انکار جن یا اینکه جن به هر حال حالا متلبس بشه به یک فردی انکار رو نمیشه کرد هست اما من با یک حتی با یک پزشک که متخصص مغز و اعصاب بود جراح بود من صحبت کردم در این باره اون چیزی که خودم دیدی بودم باش صحبت کردم ایشون با اینکه حالا منکر جن نبودن و منکر تلبس نبودن اما گفت ببین من از شما یک سوالی دارم از شما اینکه اگر کسی بیماری روانی داشته باشه و از خودش بی خود باشه شما بخواید حالا این از نظر روحی بهش فشار بیارید طبیعی است که شاید حالا دست و پا بزنه و خودش رو گم کنه و حرفایی بزنه که حالا بی معنا باشه و بی ربط باشه یا هر چیز دیگه هرچند که در مقابل افرادهایی که خونده شده و اقرار کردن که محل سحر کجاست و راهنمایی کردن و پس نمیشه انکار کرد اما هر چیزی اینها رو نمیتونیم به این امر ربط بدیم 90 درصدشون بله 80 تا 90 درصد اینها معمولا بیماری هستن که میبایستی مراجعه کنن به روانشناس تا اینکه به هر حال علاج بگیرن حالا در کنارش اینا قرآن خونی داشته باشن خودشو تحسین کنه بنا به اذکار و آیات و روایاتی که اومده و جالب و مناسب من نمیخوام زیادم طولانی کنم بله چون که بقیه تماس هم هستن تماس های صوتی رو اولا یک دو تا پیام صوتی رو میشنویم و بعد هم تماس های تلفنی رو میگیریم لطفا پیام صوتی رو اول رو پخش کنید
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. خسته نباشید استادان عزیز. من یک تاجیک از روسیه زنگ میزنم. هفته گذشته رئیس جمهوری ما آیه های قرآن کریم را نسبت روزه بسیار خطا و غلیظانه تفسیر کرد، البته با یاری ملاها یا علماهای دین فروش، و فتوا هم داد که و یک قشر جامعه که اونها همه کارگرانی هر خیل کارخانه ها هستند، علی خصوص آبانبارها، بسیار فتواهایی که دین مسلمان را به خشم در آورد گفته شد. از شمایان بسیار خواهش میکردم که نسبتی روزه آیه ها را تفسیر میکردید با حجت از قرآن کریم، چون برادرانی فارسی زبان علی خصوص تاجیکان افغان ها خبردار میشدن. رحمت الله که چنین کانال تلویزیونی داریم. بسیار خوشحالم از شما. الله حفظتون کند، در حق ما دعا را فراموش نکنید. خیلی متشکرم، خدا حفظتون کنه. قبل از اینکه الان جوابشون رو هم بدیم، یه تماس تلفنی هم میگیریم، چند تا تماس تلفنی میگیریم. از اول برنامه بندگان خدا پشت خط هستن. اولین بیننده رو واسه کنید لطفا. آقای رضایی عزیز، دوست همیشگی ما، در خدمتتون هستیم جناب رضایی. نماز روزتون سلام باشه. علیکم السلام و رحمت الله. سلام مجدد پیشگاه روزداران مؤمنین و به پیشگاه شما برادران عزیز، مدیر توانا جناب آقای موحد و کارشناس عزیز جناب دکتر عباد. دکتر بزرگوار، در خصوص سوالی که دیروز از محضرتون کردم و شما فرمودید در اونچه که ما را قرآن کریم سوق نداده است، اونچه که شما مدعی هستید نسبت به مهدی، میگم اهل سنت هم مهدی دارند. حالا سوالی که برای من پیش میاد که اگر این سوال من جوابش از طرف مثبت، از طرف شما مثبت باشه نسبت به اون چی که تو ذهن من است، سوال من رو دامنه دارتر میکنه که آیا شما اهل سنت اون مهدی که معتقد هستید، وقتی اون مهدی بیاید، ما هنوز ظهور هنوز متولد نشده میآید، هر وقت بیاید آیا کلام او فور کلام علما هست؟ یعنی اون چه که در مورد آیات قرآن و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بگوید فضل الخطاب است، یا اونم مثل همین دانشمندان و علماست؟ اگر مثل همین ها باشد که این وعده رسول خدا، وعده ای که قرآن داده است برای آمدنش، زیاد لمیت اساس مصدق ندارد، و اگر همین باشد که بیاید برای تکامل، پس همون هم یه نوع انتظار است که شما دارید. و آیه ای را که من از سوره آیه سوره یوسف آیه ششم استناد کردم، یه مقدارش هم شامل همون قصه کار شما می شود، چون آیه قرآن می فرماد با تفاوت که در امت محمد. جناب آقای رضایی عزیز، من دوست ندارم اینجا در اینجا متول کنم برنامه، زیر مختصر رمضان، اما ببین اون همانند علما میگه یا اینکه خودش چیزای دیگه میگه، علما چی میگن و ایشون به نظرتون ایشون چی میگه؟ منظورتون چی بود از اینجا؟ این کلام من سوالی داشتم. من بگم که الان همه دانشمندان و علمای اسلام اگر الان جمع بشن و یک کلام بگن، اما مثلا بر فرض حال رسول خدا الان ظاهر بشه و یک کلام بگه خلاف کلام. ببین آقا، جناب آقای رضایی، شما معمولا یعنی فکر آفرینی میکنید و در تصوراتی که حوادث است شما در اصول ثابت نمیکنید. ببین شما یک امر واقعی ایمانی خودتون که رکنی از ایمانته، الان شما با تخیلات و تفکر دارید میخواد به اثبات برسونید. من به نظرم دستون در نکنه، حالا خدافظی کنه با جناب آقای رضایی، با برنامه خودم ادامه بدید. فکر می‌کنم مسئله خیلی واضحه، یعنی اگر مهدی هم بیاد مطابق قرآن و سنت. اولا من تشکر می‌کنم. به هر حال ببینید بینندگان عزیز محترممون، متاسفانه من فکر کردم جناب آقای رضایی، فکر می‌کنم تصورم این بوده حقیقتش، که ایشون یک باحث، چنانچه دیروز اشاره کردن که من به هر حال هر چند باشه من یک باحث هستم و دنبال این حقیقتم، اما ایشون نه، دنبال اینه که افکاری که گرفته از پدر و مادرش و در حوزه‌های علمیه یادش دادن یا زیر منابع حفظ کرده، میخواد قرآن رو بچرخونه به اونها. ببین این یک غلطه، ما میبایست معتقداتمون رو عرضه کنیم بر قرآن، اگر درسته بهش تمسک بجوییم، اگر نه به دیوار بکوبیم.
نه اینکه ما آیات قرآنی رو بخوایم حالا به هر حال تأویلش کنیم، خب به اون چیزی که من و شما یا ایشون از زیر منبر گرفتن و از معمم می‌بینی، یعنی افکاری که از کسی گرفته میخواد این رو قرآن رو به هر حال بچرخونه به اون عقد، این کاملا غلطه. مهدی که اهل سنت داره، اسمش اسم رسول الله، نام پدرش نام پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، و اون مهدی که شما دارید اسمش فرق میکنه، اسم پدر فرق میکنه. ما هم منتظر آیندهش هستیم، اما غیبتی نداره. این با اصول اهل سنت حتی با عقل صریح و سلیم تضاد داره که یک فردی 1000 سال قبل به هر حال تولد شده باشه و تا به هر حال ما چنین چیزی اصلا نداریم، و این تخیلاتی است که افرادهای ساختن و باختن برای اینکه افرادهایی رو به هر حال دور خودشون جمع کنن و حزابی رو به بار بیارن. این عقیده ای ماست علی کل حال. برای سال قبلی از تاجیکستان مبحث اصلیشون این بود که کارگران به شکل کلی روزه نگیرن، یا اون چیزی که از قرآن برمیاد اینه که کارگران یا کسایی که تو مثلا حالا کارگرهای ریسندگی، بافندگی، کارگرهای ساختمانی و امثال اون در روز رمضان کار میکنن روزه نگیرن. ببین، حرف هیچ احدی برای ما ملاک نیست مگر قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از این دو اقوال صحابه رضی الله عنهم که قبل از اون اجماع امت هست. البته اینها ملاکه، حالا یک رئیس جمهور بیاد یا رئیس یک حزب بیاد یا حزب یک به هر حال کنگره و مجلس یا بیاد اینو صحبت کنه، این دلیلی و حجتی برای ما مسلمانان نمیتونه باشه. خداوند در قرآن میفرماید، بعد خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این امری است که عموم مسلمانان در چیه درش داخلند. حالا اون که بیماره و اون که کارگره و اون کسی که بیکاره، همه اینا شامل همین آیه داره میشه که همه اینا روزه برشون واجبه. حالا خداوند در لابلای آیه چی استثناءاتی میکنه، کسی که بیمار باشه و ناتوان باشه و حالا مسافر باشه. در این دو استثنایی که اومده، علما و فقها، مجتهدین به هر حال اسلام، افرادهایی که ملحق میشن به اینها، مانند کسی که حالا پیرمرد باشه که توانایی نداشته باشه، خانومی که بچه داره شیر میده و یا اینکه به هر حال حامل هست نمیتونه روزشو ادامه بده، کارگری که موند در اثنای روزه، در اثنای روزه موند و نتونست به آخر برسونه و بالاجبار برای حفظ نفسش از هلاک شدن افطار کنه، اینها را گناه برها ننوشتن، میگن که گناه نداره و بلکه قضای اون براش چیه؟ لازمه و واجبه. اما اینکه ما از اول استثناءً از اول روز یا از قبل از رمضان بگیم که اونایی که کارگرن و اونایی که فلان هن دیگه روزه براشون واجب نیست، مثل کسی که به عنوان مثال اصلا مریض باشه و حالا دارو داره مصرف میکنه نمیتونه روزه بگیره، ما بگیم که ایشون مستثنا هستن. بله. اون کارگر هم مثل همین مریض یا شخصی که در سفره بله. یا اینکه بله میگه من امتحان دارم و پس روزه نمیگیرم امسال. بله. این چیزا درست نیست. بله. آقا علی از ایران. سلام علیکم. علیکم سلام آقا علی، بفرمایید در خدمتتون هستم. نماز روزتون قبول. همچنین شما برادر. امر بفرمایید. یا آیه 187 سوره بقره خداوند میفرماید و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. میخواستم یه توضیح استاد در باره این آیه بده، تشخیص بده که مثلا خط سفید از خط سیاه چیه و چگونه دیده میشه، و یه توضیح کامل در باره این آیه انشاءالله. یکی از پیام‌های صوتی رو هم اوکی، تماس تلفنی رو باز بگیریم. آقا حسن از تاجیکستان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. آقا حسن لطفاً تلویزیونتون و صداش رو کاملا ببندید. استاد انا ما دیروز سوال دادیم پاسخ نگرفتیم در رابطه برای انا زنی حامله. بله. زنی حامله 4.5 ماه آنها در بطن مادرش است و این دکترای تاجیکستان آنها در چند جا اولتراصدا کردن، آنها نقصانای زیاد برای اونو گفتن و اونا توصیه میکنن که این کودک باید
یعنی صدق شود، یعنی گرفته شود. از لحاظ شرعی من مستنی هستم استاد، این خوبتر توضیح کن آیا این جایز است جایز نیست است. دیروز جواب دادن خودش بله، جوابش رو الان دوباره همین الان جوابتون رو میگیره دقیقاً همین الان. برادر عزیز بزرگوار، من دیروز تو من خدمتتون عرض کردم که جایز نیست به نام رأی جمهور فقها، زیرا که ایشون به هر حال زنده هستن و در عالم به هر حال اجنه دارن به سر میبرن و کسی حق به هر حال زنده موندن رو جنین ها بله. در عالم جنین داره به سر میبره بله. و کسی حق به هر حال سلب کردن حیات از این آقا از این فرد رو نداره و جایز نیست. و حتی خدمتون عرض کردم که زیرا که خداوند میفرماید به هر کل حال و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. چه بسا که شما فکر کنید که این بده و ازش خوشتون نیاد، اما خیر در اون نهفته هست که به نفع شما خواهد بود. پس در نهایت جایز نیست و این بهتره که این کارو نکنید والله اعلم. بله بهتره این کارو نکنید. یعنی حالا علمایی که گفتن که اگر واقعا این فلج باشه فران، اما جمهور بر اینن که ورای راجی شادانی باشه والله اعلم که جایز نیست، حق حیات گرفتن جایز نیست. یک یعنی این بچه زنده است، زنده است. یک بچه زنده داشته باشیم که مریض باشه، حالا بگیم بعد بکشیمش که این بچه رو نداشته. پزشکان ببین، پزشکان در ظاهر امر میبینن که ایشون ناقصه به عنوان مثال بره. اما اینکه چه نبوغتی داشته باشه و چه به چه امتیازاتی بتونه برسه و چه چیزهایی عایدش باشه، اینا نمیتونن بگن. بله. ما بله. یه چیزی رو داریم الان توی امریکا هم همین چند سال قبل اتفاق افتاد، در زمان اوباما این قانونی شد کاملا، اینکه بچه رو حتی تا ماه آخر کاملا میتونن کورتاژ کنن، یعنی تیکه تیکه از بدن مادر در بیارن و اجازه ندارن که کامل در بیارن بکشنش. بله. در درون بدن مادر تیکه تیکه درش میارن، یعنی تفکر بشری خارج از دین. ما میتونیم چون نمیبینیم این بچه رو درد احساس میکنه، خودمونم میدونیم درد احساس کنه، تا وقت تو شکم مادرشه میتونیم تکش کنیم و بیاریمش بیرون کورتاژش کنیم، ولی وقتی واردش بیرون دیگه نمیتونیم بکشیمش. این واقعا عجب و غریبه این قضیه. الحمدلله نعمت الاسلام. بریم تماس اون خط در واقع سوره بقره و اینکه خط سیاه بله. از خط سفید فجر چطور این مشخص میشه؟ ببین حدود روزی گرفتن رو داره بیان میکنه قرآن بله. بعد از اینکه حکم به هر حال شب و آزادی و حلال بودن اون چیزی که در روز رمضان حرام هست برای انسان داره بیان میکنه، بعد میفرماید که حالا دیگه روزتون اگر فجر طلوع فجر شروع شد، یعنی خط الابیض من الخيط الاسود، یعنی طلوع شفق، شفق یعنی سفیدی شفق آشکار شد و در دل شب و تاریکی شب داره کنار میزنه، اون اول زمانی است که انسان میبایستی شروع کنه روزه رو بله. تا این که چیه؟ تا آخر روز که اول شب باشه بله. پس منظور از خیط ابیض و خیط الاسود این نیست که ما ریسمان سفید و سیاه رو بتونیم تشخیص بدیم، همچنان که به هر حال در یک حادثه رخ داده که صحابه به هر حال ریسمان سیاه و سفید زیر بالشش میذاره تا بتونه تشخیص بده بر اساس حالا ظاهری آیه که میتونه بله. فهمش به هر حال به فهمش رسیده باشه رسیده بود و رسول الله فرمودن که منظور از این بلکه سفیدی حالا طلوع شفق در دل شب که باعث میشه میگه اول یعنی انتهای شب و اول روز بله. پس همون خطیه که بین سیاه و سفیدی روز مشخص میشه. الان توی شهر نمیشه اینو تشخیص داد. مشکله بله. آره چون که دیگه خونه‌ها و ساختمون و اینا حرف. بله صدای بعدی رو میشتم لطفا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که طاعت و عبادات ما قبول باشد. استاد سوال داده بودم با درستی متوجه نشدید، خواستم از سر بپرسم. سوال این بود که در تاجیکستان عملی هست به نام دوره و بعضی ها هیله شرعی هم مینامند. دو شخص با مثل شما رو در روی نشسته، یک طبق گندم و بعضی مال و کمی پول رو با یک دیگر میبخشند، یعنی که مرده 57 سالش باشد 57 بار همین طبق رو شخص یکم با دویم میبخشد، شخص دویم قبول میکند، شخص دویم گشته با یکم میبخشد. آیا همین عمل درست است یا نه؟ خب لطفا جواب بدهید.
اتاق فرمانتری شد سوالشون چی بود؟ سوالشون که صداش زیاد بود یکم درست. خب پس این تماس تلفنی رو میگیریم، شما لطفا یه بار دیگه گوش کنید ما بگید دقیقا سوالشون چی بود. متشکرم. بفرمایید بیننده عزیزی که پشت خط هستید، آقا علی از ایران. الو. سلام آقا علی، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام، من عذر میخوام، احمد میگم. حالا آقا احمد عزیز بفرمایید. آقا اگر امکان داره، اگر امکان داره دو تا سوال خواهش میکنم جواب بدم. یه سوال که برای خودم سوال پیش اومده این که در خیلی جاها آیات و روایات اینا خیلی تاکید شده که زکات بپردازیم و زکات بدیم زکات بدیم. من سوال اصلی اینه، حالا جوابش هم نگرفتم، چرا وقتی کسی که این همه زحمت میکشه، کشاورزی روی زمین 9 ماه زحمت میکشه زیر آفتاب آبیاری کنه، کاشت درو این همه هزینه کنه، بعد به راحتی این دسترنجش رو بیاد مقداری رو به کسی که هیچ زحمتی نکشیده بیاد دسترنجش رو به اون بده؟ این هیچ توجیهی نداره. خب اسلام راحت میتونه توصیه کنه که اون بنده خدا خودش هم بره کار کنه، چرا این همه توصیه شده زکات دسترنج خودش رو بده به دیگران؟ بله آره آن فوق اینا خوبه، اما این قد دیگه تحکیج. سوال بعدی این که در نماز گفتن که نباید مثلا رومونو به این در اونور بکنیم نماز باطل میشه، تو سلام نمازا من شک دارم پیش اومد در به تا سلام که به چپ را سلام میدیم به راست چپ سلام میدیم این رو رو بر میگردیم، این ایراد نداره یا چه مقدار باید برگردیم؟ این خوبه انشاءالله. من فقط در مورد سوال اولتون که در مورد زکات فرمودید، شما به این که به نیازمندان کمک کنیم یا این که مثلا خب ما زحمت میکشیم، یه نفر هر کسی کاری میکنه که یکی کشاورزه، یکی سرمایه‌داره، یکی کارمنده برای خودش پول در میاره و اون شخص اگر توی جامعه فقرا باشن، کسانی باشن تهیدست باشن، نمیتونن، نمیدونم خانواده هایی که یتیم هستن، فرزندانی که کسی رو ندارن، کمک کن، حالا غیر از قضیه زکات کمک کنه، بس اجازه واجب باشه براش. آقا واجبه بر شما که انقدر کمک کنه به فقرا، به نیازمندان، به اون یتیم، به اون نیازمند، به اون کسی که معلول هست نمیتونه کار کنه یا امثال این. شما با این کل این فلسفه مشکل دارید با کمک کردن به نیازمندان؟ نه شما مشکل داشتن، گفتن که من با این لنده موافقم اما بله قد شدن ان شاء الله. بله خیلی خوب، جواب بدین به جفتشون. بله سوال برادرمون احمد، فکر کنم احمد بود. بله احمد. بله حالا در ظاهرش سوال زیبایی است، اون این که فردی داره زحمت میکشه و به هر حال درآمد داره، نه کشاورز تنها، هر تو تاجر هم شما در نظر بگیرید. بله. یا هر کسی دیگه که حالا واجبی داره میخواد ادا کنه، چرا اون چیزی که خودی زحمت کشیده میخواد بره؟ همین شیء که شما بهش اشاره کردین در اصل فرق هست بین مسلمان و غیر مسلمان. اصل بگیم در این امر تسلیم شدن شما در مقابل دستورات الهی و قرآنه. بله. که آیا شما مسلمان هستین یا نه، آیا شما مؤمنین یا نه. پس اگر شما تمثل بجویید به اون چیزی که خداوند گفته و رسول الله صلی الله علیه و آله گفته، بدون این که شما توجه داشته باشید به حکمت و اسرار اون، بدون اینکه شما به قصد اسرار و حکمت بخواید اون کار رو تحویل بگیرید، بله. اون زمان شما مسلمانید. تسلیم شدن در مقابل شریعت، تسلیم شدن در مقابل فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه ایمان نمیارن مگر اینکه اینها چیکار کنن، شما را قاضی قرار دادن در امور مشکلاتی که دارن. طبیعی است وقتی قاضی حکم میکنه یکی حقی که ناحق دیه. بله. اون کسی که ناحق میبایست تسلیم بشه که حق به همون جانبی است که رسول الله حکم کرده و حرجی هم در قرارش نداره. بله بله حرجی هم نداشته باشه، یعنی اصل معتقد باشه که ایشون در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم خطا کارن. بله. هرچند که ادعام داشته او. بله. درسته و تسلیم بشه و بدونه که حکمت هایی هست. همچنین در این امر اول بدونه که ما بخوایم به حکمت مسئله به هر حال پی ببریم، بنگریم و به هر حال تحقیق انجام بدیم، اینه که ما و شما، هر کسی مسلمان، هر کسی در دایره این اسلام داخل شد، حتما در مقابل ارکان و دستورات و واجبات باید تسلیم باشیم.
درست در ظاهر شما این که حال دسترنج خودش فلان بمان از بنا به عقل خودتون و دیگری هم بنا به عقل خودش به هر حال همچنان که شما جوابشون دادین دیگه فکر کنم خودتونم قبول دارید که اگر قرار باشه در جامعه عدالت به هر حال برگزار بشه و دوستی و محبت و خوبی نسبت به همدیگر افراد جامعه ایجاد بشه حتما میبایسی چیکار کنیم یک تعاونی در بین اینا باشه یک فضل و بخششی عطای چیزی میبایسی باشه تفاوت‌ها چندون نباشه که به هر حال سبب عداوت و دشمنی و اینا بشه یعنی یه جور در واقع تضاد طبقاتی رو کم میکنه تا حد خودش بدون شک که حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند هر وقتی فقیر رو میبینم میدونم یک غنی زکاتش رو نداده. تا اون تضاد طبقاتی بله. ایجاد نشده بله همینه پس اولا از نظر در این دستور اولا ایمان شما داره سنجیده میشه ثانیا تبعیت از حکمت‌ها و اسراری که در این وجود داره همون از بیمودن فاصله طبقاتی ایجاد محبت و دوستی در بین افراد زمانی که شما به عنوان حالا سرمایه‌دار یا کشاورزی که اشاره فرمودین به یک فقیر دارین میدین طبیعی است که اون فقیر به دید به هر حال احترام و برادرانه به شما نگاه میکنه نه اینکه به شما دعای بد میکنه و یا اینکه نیت بد به هر حال میکنه یا اینکه تصمیمات غلطی میگیره بلکه برعکس از شما حمایت هم میکنه بله خیلی متشکرم در مورد اینکه در برای نمازشون هم همونه برادر من ببینید وقتی شما وارد یک عبادت برای انجام یک عبادت به هر حال شما قیام کردین به هر حال بلند شدین برای انجام طبعا طبق اصول اون به هر حال دستورات میبایستی تبعیت کنید حق ندارید از حالا یک به هر حال یک آزمایش یا یک حکم هر چی میخواید بگید رو به قبل شدن از شروط صحت نماز من میگم یک نظرم کلیت ماجرا اینه که ما همونطوری نماز بخونیم که رسول الله علیه السلام نماز خونده و تمام شد همونطور که خداوند عزوجل خواسته بله بدون شک دقیقاً بر رسول الله اعظم ادا فرمودند بله. اما صلوات بعدش که میفرمایید این اعلان هست به این که این عبادت پایان یافته بله و این عبادت چیه پایان یافته وقتی که نگاه به این ور اونور کردین داله بر این دیه بله. یعنی این عبادت پایان پذیرفته بله. من حالا شاید کلی بگیم بعد داریم تماس بعدی رو بگیریم میشه آقا چرا توی رکوع باید کاملا خم شیم چرا توی سجده اینطوری باید چرا انگشتامون تو رکوع باید باز باشه بله. چرا انگشتامون توی سجده باید بسته باشه تمام اینها چراهایی هستن که دلیلش فقط اینه که رسول الله علیه الصلاه و السلام اینجور امر کرده و الله متعال اینطوری خواسته بله و جزاك الله خیر آقا هومن بفرمایید عذر میخوام که خیلی پشت خط موندید خواهش میکنم سلام علیکم علیکم وعلیکم السلام بابر انشالله که عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه عرضم و حضورتون من دو تا سوال شرعی داشتم خدمتتون اولیش این که مثلا اینا قمار ورق بازی مشکلی داره ما بخوایم بازی کنیم یا نه بازی می‌خواستم اینم مشکلی شرعی داره بله ورق بازی با قمار یعنی که پول بذارید و هر کس برنده شد پولا رو برداره نه فقط بازی مثلا یه سری از مسابقات برگزار شد مثلا یه سری از علما بازی کردن بله خواستم ببینم که پس سوالتون رو من میخوام این رو اینطوری دقیق‌تر اگر شما میخواین که طعنه بزنین که بگیم در مورد شیخ عادل کربانی صحبت کنیم و اگر میخواید سوال شرعی بپرسی سوال شرعیتون اینه که بازی کردن یک بازی به اسم پاسور یا اینکه قمار کردن یعنی پول گذاشتن و پول رو اون شخصی که برنده شد برداشتن من سوالتون رو میخوام بگیرم به دور از اون طعنه‌ای که میخواید بزنید ببینید نه خیر من اصلا قصد طعنه زدن ندارم بس اینه که ببینید تو مسابقات یه سری پول رد و بدل میشه درسته من بازی که دارم میکنم به عنوان مسابقه است و یه پولی دریافت میکنم میخواستم ببینم این حرامه یا خیر سوال دومشون چشم انشاءالله متشکرم بس سوال دوم این که ما یه جایی مثلا سرمایه گذاری میکنیم با یه شخصی و حالا اون شخص از سرشناسای این نظامه و عرضم به حضورتون یه سری شیر خشک فاسد وارد کردن من میخواستم ببینم که ما باید چی کار کنیم تو گناهشون شریک هستیم یا نه حرامه حلاله شما دخالت داشتید توی اون کار اون سرشناسای نظام که شیر خشک وارد کردن؟ ببینید من مثلا یه سری حالا اسم شخص میتونم بیارم یا نیارم بهتر نیارید ندارید ببینید مثلا شخص میاد پول دریافت میکنه خب ما سرمایه گذاری میکنیم جایی و عرضم حضورتون اون شخص یه سری شیر خشک فاسد وارد میکنه و یه سری حالا بچه استفاده میکنن یه سری از خانواده آه و نفرین علیه ما دارن خواستم ببینم اون آه و نفرین شامل حال ما میشه یا نه بله و شما میدونستید که میخوان این کار رو انجام بدن
نه ما نمیدونیم اون شخص از بازیگرهای مطرح هم درست. بله سال سومتون برادر عزیز همین دو تا سوال و تشکر میکنم. من هم تشکر میکنم از اینکه لطف کرده تماس گرفتید. خدا نگهدارتون. در مورد پاسور بازی کردن من باز میگم دو تا وجه داره. یک وجه بازی کردن میشه که چند تا دوست با هم میشنن بازی میکنن، حالا یه جا میرن گردش و پاسور بازی میکنن، باشم جمع میکنن میرن، حالا هیچ یک فبرده میشه تمام میشه میرن. یا اینکه میرن تو یک مسابقاتی هست به اسم مثلا مسابقاتی هست که قمار میکنن، هر کس یه پولی میذاره، این پولا رو میذارن برای هم بازی میکنن، هر کس بندش پولا رو برمی‌داره. اولا ببینید حتی قبل از این هم صحبت کردیم که هدف اسلام، هدف از دین ایجاد مودت، دوستی، برادری، محبت بین افراد جامعه هست. احکامایی که معمولا قرار داده و اون دستوراتی که داده برای انجام دادنش، تشویق کردن برای امت و حتی در زکات، در صدقات، در راستگویی، در شهادت، حتی ولو علی انفسکم، ولو بر ضد خودتون باشه، بله. تمام اینها اینو میرسونه که یک عدالت اجتماعی رو در نظر میگیره و میخواد یک مدینه فاضله بسازه که افرادها در آسایش و مهر و محبت و اینا باشن، درش جامعه ای که خیانت نباشه، دروغ نباشه، اموال مردم رو به باطل خوردن نباشه، بلکه همه خوبی ها رو میخواد جمع کنه. حال اگر قرار باشه که ببین، اگر شما قبل از که ببردن این موضوع، اگر شما به احکام دین حتی ممنوعاتش رو بپردازین و تفکر کنین در این باره و سعی کنید که علت یابی کنید، حالا چرا شراب حرام شده، چرا ربا حرام شده، چرا مثلا حالا دروغ گفتن حرام شده، همه اینا میبینید که واقعا مصلحت جامعه را داره رعایت میکنه و احترام افراد را داره نگه میداره و حرام کردنش فقط به خاطری که در فعلش مصیبت هایی در جامعه ایجاد میکنه که سبب مشاکل و مصیبت ها و خرابی هایی خواهد شد. قمار یا مسابقه دادن با شرط اینه که یک نوع از بین بردن اموال دیگران یا یک نوع خوردن اموال دیگران بدون رای حقه، با باطل هست. یعنی وقتی که حالا دو گروه میخوان یه مسابقه بدن، مسابقه ای که حالا به هر حال اینه که شما یک مالی، ایشون همیگه هر کسی به بازه، من دیروز این بار صحبت کردم البته، خب اون کسی که برده این مال رو مال خودشه. اینطور نیست که یک مالی گذاشته باشه، یک مؤسسه ای اومده حالا دخیل بوده باشه و بخواد راه اندازی کنه یه مسابقه ای. دو گروه مسابقه میدن، حالا هر کسی که به هر حال برتری پیدا کرد اون رو میبره. مال خودشون نیست، کسی هم ضرر نکرده، خود مؤسسه یه چیزی رو در نظر گرفته، بله. تا اینکه یک اهدافی داره، تا اینکه مردم رو در این قسمت چیه به هر حال غنی کنه، ببره بالا قدرت، به هر حال قدرت توانشون رو در این قسمت ببره بالا. اما وقتی که افراد گروهی در حال پاسور بازی کردن و دیگر مسابقات فوتبال هر چی میخواد باشه بذارن که بازنده حتما متحمل این باشه، در صورتی که اونها هم حقا با دل خوش ندادن که رضایت ندادن، بله. درسته یا نه؟ بلکه اومدن ببرن اصلا، بله. هر کدوم از اینا اومدن که بگیرن، بله. نه اینکه پولی بدن خساره، بله. کنن. پس اون خسارهی که الان متحمل میشن اجبارنه، بله. اجبار یه نوع استراره، بله. پس این همین میشه اکل اموال الناس بالباطل که قرآن از بشتری نهی کرده، بله. پس قمار در کل قمار بازی کردن اینکه حرام هست و جایز نیست، بله. اما اگر یه مؤسسه باشه مثلا میگه برای شطرنج، میخواد برای تفکر مردم یا هر چیز دیگه، میاد مؤسسه میذاره میگه هر کس برد من از من یک اهدافی داره، مثلا بله. حالا مثلا برای تبلیغ خودم یا برای از طرف دولت یه پولی میدم به برنده به خاطر این کار خوبی که انجام داده یا این مسابقه رو برد، تو دیگران رو تشویق کنه به این امر، بله. یکی از موردهای خیلی اساسی گسترده و حال حاضر برای شرط بندی روی فوتبال از طریق اپلیکیشن ها و سایت هایی است که تو ایران بسیار مد شده، بسیار تبلیغ میکنن در مورد شما، میری اونجا فکر میکنی آقا جان میگه با شما 1000 تومان هم میتونی وارد بشی و اگر بردی 10 میلیون تومان بهت میدیم، اگر این دو تا تیم مثلا لیورپول و رئال مادرید با هم بازی دارن، اگر شما نظر بده برد، آره اینقدر ما به شما میدیم، اگر رئال مادرید پولتون میره. بعد کلی میان سرمایه‌گذاری میکنن، شرط بندی میکنن و پول میبرن و فکر میکنن خیلی ساده است، در حالی که همونطور که شما فرمودید مسئله، بله. گناه بزرگی هم هست، بله. این همون قمار هست که افرادهای سودجو طراحی کردن تا اینکه افرادی رو بیان به هر حال همون
حالا شاید جاش نباشه، همون قصه به هر حال میگن که ملاست که دیگه مردم رو ثبت نام میکنه برای یک بردن جایزه یک آلاق به قول خودمون، بعدم بعد اعلام میکنه که آلاق مرده، میگه خب حداقلش بوده که من اون صحابی که پیروز شده من دو درمش رو برگردونم، بقیه انوار رو گذاشته تو جیبش. اینم هم همونه. حالا یه ماشین میخرند به عنوان مثال 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون، اما مشارکین میلیاردها صحبت کردن، بقیه اموال رو میزنن تو جیبشون. و این یک روشی است که میخوان یعنی اموال مردم رو به تاراج ببرن. و سال دومشون چون خیلی باشه خطر. سال به همون ببین سال دومشون همین هست حقا، یعنی موضوعش همون موضوع گرفتن اموال مردم و خوردن اموال مردم. این همون چیزی است که سبب لعنت یهود شده در کتاب الله در خودم. بله متوجه شدم که حالا افرادهایی که در ایشون تجارتی دارن با افراد دیگه، اونها میدونستن شیر فاسد رو اومدن وارد کردن در کشور. اونایی که پول گذاشتن نمیدونستن، اونایی که پول گذاشتن تو یک مؤسسه مالی پول گذاشتن که اون مؤسسه مالی هم یه شخص معتبری سر دستش بوده، اون شخص رفته شیرخوش‌های فاسد وارد کرده. اونایی که پول گذاشتن فقط برای ورود به تجارت و سود کردن. حالا میگه خیلی ضرر دیدن از این، خیلی بچه‌ها معصوم شدن، مشکل براشون پیش اومده. حالا اونایی که پول گذاشتن و نمیدونستن که قرار فاسد وارد بشه گناهکارن یا لعنتشون اونا میگیره؟ یعنی شرکت مساهمه، من قصدم این بود که یک تاجر و ایشون که حالا باش کار میکنن، پس شرکت مساهمه هست. بله. حال بگیم که مدیر به هر حال مدیر اجرایی داره این کار میکنه، این کار کرده. طبعا ایشون شخص اول هستن که این گناه برش نوشته میشه، عمدن این کارو کرده. اما اونایی که سهم گذاشته بودن و از این طریق سهم میبردن، اینا گناهی ندارن، زیرا که ایشون بر اساس علم اینها نبوده و اینا هدف همچون هدفی هم نداشتن اصلا. خیلی متشکرم. تماس بگیریم. چاش سعی میکنیم سریعتر سوالات رو جواب بدیم که بیشتر بگیریم. آقای اینام عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد. سلام بفرمایید. ماهی رمضان مبارک باشه، ماهی شریف رمضان همتون ده. همچنین بر شما در خدمت. سوال اولی من همین بود که وقتی نماز ایشا خفتن ما میگیم ایشا را خوندیم، بعد ذکر را کردیم، ذکرایی که سبحان الله الحمدلله الله اکبر، بله، دعا کردیم و بعد سنت نخونده نماز تراویح خونده میشه یا نه؟ بله. سال دومتون؟ سال دوم نماز ویتر در سه رکعت خونده در یک التحیات، یعنی قعده ششتن بعد دوم رکعت. بله متوجه شدم. در کره یا نه؟ چشم. سال بعدیتون؟ انا همین دو سوال ان شاء الله. خیلی متشکرم. همین الان بهتون پاسخ. نماز همون ویتر استاد. بله چش. نماز ویتر ده بعد اخیران رکعت دعا کردن شرط یا نه؟ بله خونوت ان شاء الله. چش. پیش از رکوع بعد. به امید الله. جزاک الله خیرا. همین الان جواب میدیم بهتون استاد. خیلی بگم سریع بتونید لطف کنید. سال اولشون. سال اولشون اینه که بعد از نماز عشا رو که خوندن، قبل از نماز تراویح حتما باید دو رکعت نماز سنت بعدی عشا رو بخونن یا نه؟ ببینید کلمه حتمی ما نداریم، اما بهتره که بخونن، و زیرا که این راتب هست و متعلق به نماز عشا، پس سعی کنن که حتما بخونن. بله در مورد اون هم لفظ حتما رو به کار بردیم. بله قصدمونه که سعی کنن سنت راتبه است، چون سنت مؤکده. بله مؤکده و از حتی از تراویح هم مؤکدتره. شاید جالبتر باشه برای سنت های رسول الله علیه السلام. بله اهمیت حتما رو. در مورد سال دومشون این که نماز ویتر رو سرکعت با یک تحیات آخر بخونن. بله اصل همونه که بنابرای حدیث هم که اومده و دیروز هم بحث شد در این برنامه، که سرکعت رو میتونن با یک سلام بخونن و دو رکعت اول می ایستن قیام میکنن، تشهد نداره، رکعت آخر چیه تشهد میکنن. حالا اگر بله حالا اگر برعکس این شد، این طور نیست که نمازشون باطل باشه. بله. باطل نیست، اما به هر حال تشویق بر اینه که تا شبیه فرض نشه. بله. و در مورد سال آخرشون قنوت خوندن توی نماز وتر. بله واجبه؟ نه سنت بازم که در نماز وتر قنوت خونده بشه. بله. و بعد از رکوع باشه. حالا بعضی از علما گفتن قبل از رکوع، به هر حال بیشتر اون چیزی که وارد شده بعد از رکوع هست، بعد از رکوع و مشکل ایجاد نمیکنه. بله ولی اگر نخونن هم نمازشون مانی نه، نماز باطل نشده. متشکرم. بیننده بعدی آقا علی از تبریز بفرمایید. علیکم خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید خواهش میکنم.
آقای مهدی ببخشید، در مورد نماز تراویح با توجه به اینکه اقوال مختلف است در مورد تعداد رکاتش، 8 رکعت نوشتم، 20 رکعت نوشتم و اقوال دیگه، میخواستم از استاد بزرگوار سوال کنید نظر امام شافعی کدوم نظر، یعنی چند رکعت میدونه امام شافعی؟ انشاءالله. و با توجه به اینکه من طوری روایتی الان دیدم، حالا نمیدونم سند روایت جوریه، نوشته که انه کان لا یصلی خلف الامام فی رمضان، در مورد ابن عمر. بله، ابن عمر در ماه رمضان نماز تراویح هرگز نمیخوند. میخوام بگم علت خاصی داشته یا مستحب بود، مستحب عمل نمیکرد؟ ان شاء الله چشم جوابتون میدیم. خیلی ممنون. در مورد تعداد رکعات نماز تراویح چند سلام میخونن شوافی؟ در کتب شافعی که بیش اشاره شده 20 رکعت اشاره شده و ببینید همچنان که برادرمون خودشون اشاره فرمودن، حدیثی که این رو محدد کنه که حالا اینقدر خونده بشه، نه بیشتر نه کمتر، چون چیزی نیومده، بلکه روایات های متعدد و در عدد رکعات متعدد باز اومده. بله. و پس اما در فقه بله هم ثابت شده و از اونجا علما فتوا بر این دادن که ببین این نماز نماز قیام هست، نماز شبه. بله. مثلا هر کی میخواد بخونه مانعی ایجاد نمیکنه، پس ما کسی رو به عدد معینی رو ملزم نمیکنیم. بله. در بله در مذهب شافعی ترجیح دادن که 20 رکعت باشه. 20 رکعت یعنی 11 تا سلام. بله. در مورد این که گفتن ایشون روایت دیدن که نمیدونن ساعت صبحش رو، گفته شده در روایت که ابن عمر نخونده. بله. نماز تراویح. ببینید ایشون در قیاس میگن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا افرادها نمازهای وتر رو یا نمازهای قیام رو به تنهایی میخوندن، خودشون میخوندن و تا اینکه حالا هر کس اون چیزی که میخواد بخواد، حالا طولانی کنه، کمتر بخونه، بیشتر بخونه. بله. ملزم نباشه اینکه حتما تبعیت کنه از کسی. بر اساس این اجتهاد و الان هم کسی بخواد بخونه تنهایی بخونه مانعی نداره. بله. خیلی متشکرم. ما اصلمون اینه که نماز تراویح بدعت نیست آخه. بله. حالا کسی بخواد خونه خودش تنهایی بخونه. بله. قرآن ختم کنه مانی نداره. بله خیلی متشکرم. اصلا خیلی هستن، نه که حالا مانی نداره، خیلی هستن میبینیم که نماز وتر رو در واقع تو خونه هم میخونن و نماز تراویح رو میخونن. بله. و بعد میرن تو خونه نماز شب هم میخونن. بله. ادامهش رو میخوان، خودشون بیشتر بخونن. اما تو جامعه الان فکر میکنم خیلی کم باشن انسان‌های تهجد خون، به خاطر همین یه فرصتیه که بتونیم به صورت جماعت نماز تهجد رو، نماز قیام رو یا نماز تراویح رو بخونیم. از بسیاری از مساجد هم که از هر 15 هم شروع میکنن به نماز تهجد خوندن، از امروز بعد از نماز تراویح یا تا ساعت 1 بعضی 12 و نیم بعضی 1 بعضی 1 و نیم نماز قیام شروع میشه، از نیمه دوم در واقع. تماس بعدی آقا محسن بفرمایید. الو بفرمایید آقا محسن. سلام، خسته نباشید. علیکم سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، سلامت باشید. آقای موحد، من میخواستم بگم که این اتفاقا در جواب احمدی که اومد در مورد زکات گفت که کسی که کشاورز کار میکنه دست بندش رو بیاد بده. اتفاقا زکات به فقیر اتفاقا خیلی خوبه، اسلام میدونه چی کار کنه. یکی از قوانین طلایی اسلام پرداخت زکات هست. من میخواستم از کارشناس محترم بپرسم در مورد افرادی که اقدام به جمع‌آوری زکوات و خیرات مردم میکنن برای نیازمندان، مثل همین زلزله کرمانشاهی که اومدن برخی از سرشناسا، هنرمندان، بازیگر اومدن این کمک ها رو جمع کردن. البته شایعاتی هم هستن که اینا جمع کردن برای خودشون خرج نکردن. حالا میخواستم اینا بپرسم، حالا که اینا واسطه شدن و ما هم این صدقاتمون رو، این زکوات و این کمک هایی که داشتیم به اینا دادیم، اگر اینا مورد اتهام قرار بگیرن که آقا برای خودشون خرج کردن ندادن، آیا خدا ما رو میبخشه که به اینا پول دادیم اونا حالا دادن ندادن؟ چجوریه در مورد این اگر یه مقدار توضیح بدن؟ چشم. یا باید ما واسطه ها رو تحقیق کنیم چجوری اینا رو اگر لطف کنید ممنون میشم انشاءالله. بله خیلی سریع اگر جواب بدین، کسانی که پول دادن مثلا برای زلزله کرمانشاه ولی نمیدونم آیا رسیده نرسیده، اون ثواب رو دارن گرچه نرسیده باشه؟ بله. ببینید برادران و عزیزانی که قیام کردن و به هر حال انسانیت رو، انسانیت خودشون رو ثابت کردن و برای برادرانشون حقیقتا و عزیزانی که حالا در اون وره یا بگیم در شمال کشور به هر حال احساس همدردی باشون داشتن، اینها اجر خاص خودشونو دارن. به نص حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى.
و ایشون هدفشون از این فضل و از این بخشش و از این کمک حقا دست اونها رو که به هر حال بفشارن و بگیرن و اونها رو از مصیبتی رو نجات بدن و از اون کارسی که براشون پیشون اومده به هر حال بهشون کمک کنن. حالا اگر در امانتداری افرادهای خیانت کردن، این دیگه گناهش به گرده من و شما نیست. آخه فقط یه نکته رو شاید مثلا حالا اگر چوری شده باشه که داره بردار میگه، من نمیدونم واقعا. مثلا کسی که میخواد خیرات کنه برسونه به دسته ای، میگرده یک شخص کاملا مطمئن رو پیدا میکنه. اگر دیگه نفر مثلا یک بازیگر درجه دهمه که مثلا کلی سوء قصد و سوء پیشینه داره، بعد بیاد آقای شماره حساب داده که شما نمیرسید به شماره حساب به اون مثلا بازیگر یا اون خواننده یا اون نمیدونم هر کسی، حالا که آدم مطرح و معروف آدم معروفیه ولی مثلا قابل اطمینان نیست. مؤسسات خیریه بسیار زیاد هستن و مشخص هستن در موردشون، اما فکر کنم جواب سوالشون رو کاملا گرفتن. جدا که الان خیر. بیننده بعدی آقا زاهد عزیز از بانه، بفرمایید. خواهش میکنم آقا زاهد. آقا واحد سلام علیکم. علیکم السلام. آقا واحد از طریق تلفن صدات خوب نمیاد، صدات ضعیف است. من صحبت نمی کنم، شما صحبت میفرمایید، بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. آقا واحد من یه سوال داشتم. امر بفرمایید. من تقریبا چند سال بود در راه شیطان بودم، خدا را شکر الان تقریبا چند سال راه راست پیدا کردم الحمدلله. من میگم پناه میبرم به خدا، کسی که حرام خدا را حلال کنه یا حلال خدا را حرام کنه. نعوذ بالله. نعم. امروز به نظر من ضعف اسلام از دعیان دین است، که بعض هر کدوم یه حرف میزنن، بخصوص منطقه ما یا مثلا از تلویزیونه میشنوید. شما یه ساختمان در نظر بگیرم واحد 1000 متر 500 مترش اون 500 مترش فقط جای رقصیدن دست جمعی، 500 متر دیگرش جای نشستن نگاه کردن به اون رقصیدن به این میگن تالار. یه روز از این کارشناس محترمتون سوال کردم، گفتن آیا هر گونه مشارکت در این ساختمان حرامه یا حلاله؟ کارشناس میگه این اشکال نداره. میخواستم بازم متوجهش کنی چه تالار یعنی چی. تالار؟ بله بله. تالار منطقه ما یه ساختمانی هست 500 متر جای رقصیدن دست جمعی دختر و پسره. بله. 500 متر دیگه آخه تالار یه مفهوم خیلی گسترده داره، یعنی شما میتونید تالار برای هر کاری باشه. تالار برای سمینار استفاده میشه، تالار برای به قول شما رقص و موسیقی استفاده میشه، همون تالار استفاده میشه برای کارهای دیگه. ما الان ما تو خیلی از مناطق داریم، تو حالا بیشتر من جنوب کشور رو میدونم، خیرین خودشون تالار عروسی راه میندازن برای اینکه کار جوانها رو بتونن درست کنن، برای اینکه بتونن ازدواج کنن، یعنی در واقع یک امر ازدواج پشتش هست دیگه. اما در مورد این سوال میپرسم از استاد که فکر می‌کنم سوال اصلی شما این باشه که اگر در اون تالار کارهای حرامی انجام بشه، اون کسی که اون تالار رو درست کرده یا خیر بوده یا اصلا مشارکت مالی کرده برای سود مالی، آیا اون مقصر هست یا اون گناه می‌بره یا نه؟ فکر می‌کنم سوالتون اینه، درسته؟ نه آقا ماهد، تالار منطقه ما کردستانو میگم. بله. من کردستانو میگم، جاهای دیگه نرفتم. اگه 1000 متر زیر بناش باشه 500 مترش فقط به خاطر جای رقص 500 نشن میشینن اون نقطه نگاه میکنن. درست. رقم واحد ان شاء الله. پس یعنی فقط همین استفاده ازش میشه. بعد یه روزی آقای افغانی به کارشناسشون زنگ زد، گفت من اونجا نگهبان باشم اشکال نداره. این کارشناس شما گفت اشکال نداره. خب من چیکار کنم؟ من میخوام مثلا خدا شما سوال کرده چه واسش معلوم این کار حرام یا حلاله؟ بله ان شاء الله به جفت سوالتون پاسخ میدیم. تالارهای عروسی هستن که در مناطق ایشون در بانه ببین بس جای بله. اصلش برای رقص برای عروسیه، بقیه‌اش هم شده. ببین من ازشون پرسیدم اتفاقا خودشون که اینو صاحب کردم، من بنده خودم بودم و ازشون پرسیدم، گفتم حالا اگه عروسی دختر شما باشه، بله، عروسی خودت باشه، عروسی خواهرت باشه، بله، این کارو میکنی؟ من دارم خدمت عرض بکنم، ایشون در رفتن از جواب دادن. بله. چون نمیکنه، من میدونم ایشون نمیکنه. یعنی ایشون ببین یک عوامل میرقص، یعنی زن و دختر با هم دیگه میرقصونه همونجا. بله. من دارم اینو خبر میکنم. آیا ایشون ها راضی میشن که دخترانش و خواهرانش رو با اجانب برقصن همونجا؟ من دیگه پرسیدم. نه طبعا. نه. طبعا همون چیزی که عامل شد الان دو بار سه بار تماس بگیره. بله. و این موضوع رو بخواد حالا اثارش کنه، همون به هر حال غیرت دینیش هست. من قبول دارم. بله. خب من همین میپرسم که برادر عزیز من، اگر خیر اومده یه تالار رو درست کرده، آیا واجب اینه که حتما در اون طرحی که داده حتما در هر عروسی و هر جشنی حالا کارهای بگم که فساد اخلاقی درش باشه حتما میباید صورت بپذیر درش؟ دکتر من یه سوال کم من از خواهش کنم، آیا حتما میباید اینطور باشه؟ نه، اگر حتما یعنی
در ذات ساخت این ساختمان بله. اینه که حتما رقص باشه و شراب باشه طبعا حرامه بله. اما چون چیزی نیست برادر من آخه من میدونی چیه مثلا توی ایشون میگن تو منطقه ما همه من میگم 90% خب 90% مردم موقع عروسی گرفتن مختلط عروسی میگیرن و شما اگر تو روزانه مثلا 5 تا عروسی توی اون تالار گرفته حالا مثلا 2 تا عروسی تو اون تالار گرفته باشه تو طول هفته فقط شاید یک عروسی از اون 14 تا عروسی فقط مختلط نباشه بقیه‌شون همه مختلطن بار. این رسم وجود داره توی منطقه و همه میدونن منطقه رسم غلط وجود داره بار. آیا توی اون منطقه کسی بیاد این تالار رو درست کنه اشکال داره یا اشکال نداره با این رسم و رسومات نه طبعا درست نکردنش بهتره بله. اگر چنون چیزی باشه اون عادت اون منطقه باشه بله. ولی برعکسش بهتره ایشون کسی بیاد یه تالاری بزنه و همچون افرادی رو چیه بهشون نده اجار بهشون نده درسته. جالبه اما اینکه کسی میخواد کار کنه یک مسئله چند وجهی هست درسته. شما خود حکم تحریمش رو بیدین خب شما دارید حکم تحریم این کار رو میدین و دارید به هر حال پناه بردی به خداوند از کسی که فتوای فلان بهمان بده بله. حلال شما دارید حلال خداوند حرام میکنید با این گفته ها داخل بله. تو خودت هم متوجه نیستی داخل بله. جاهل معمولا به این صورته که خودش یک جاهل میاد حکمی رو داره میگیره و به هر حال پرچمش میبره بالا خودش هم متوجه نیست که داره چیکار میکنه بله ولی اگر شما حکم در تحریم حکم ببین حرام اون چیزی است که شریعت اون رو حرام کرده بله. نه اون چیزی تو دارید حرامش میکنی الان سوال اینجا و حلال اون چیزی که شریعت داره حلالش کرده نه اون چیزی که تو حلالش میدونی بله. سوال اینجاست که از نظر شریعت با توجه به اینکه میگم 90% مردم اینطوری این عادت غلط رو دارن درست من... کردن تالار درسته یا نه من خود عرض کردم که اگر عادت چنون چیزی باشه و مردم میدونه برای این کارو میخوان این کار نباید بکنه بله. تا سبب نباشه براشون خب بله. اما مانعی نداره که کسی بیاد تالار کنه یه شروطی بذاره حالا یکی هم رفت کارهای خرابی رو انجام داد اینطوری نیست که اون شخص بانی حالا که نیت خیر داشته بله. تو اون رو یا اینکه کسی بیاد کار بکنه اونجا بگی که حالا طرف از حرام داره رزق میگیره من شاید یه رسالتی باشه برای یه پیامی باشه برای خیرین اگر بخوان توی اون مناطق یک تالار درست کنن که اجازه دادن مشروب توی اون تالار نده اجازه اختلاط نده جدا درست کنن مطمئنا ثواب خیلی زیاد و مجانی بدن به مردم ما داریم توی جنوب در بسیار از شهرها تالارایی که خیرین درست کردن و اجازه اختلاط درش نمیدن اجازه عزاداری درش نمیدن اجازه نمیدن محرم و سفر و فلان و حرف و سینه زنی درش نمیدن بر عروسی هم نباید باید مختلط باشه میخواین یالا بسم الله فرمایید مجانی خیلی متشکرم آخرین صدا رو هم میشنویم و و کسی که اونجا کار میکنه یا درف کسی که اونجا مثلا نگهبانه دربانه من دیروز خودم عرض کردم من درش حرام نمیبینم حقیقتا زیرا ایشون مرتکب کار حرام نمیشه بله جزاک الله نگهبان ساختمانه جزاک الله خیر متشکرم بفرمایید خواهش میکنم صدا رو پخش کنیم سلام من مریم هستم از یزد یه سوالی دارم شوهرم روزه نمیشه نماز نمیخونه همیشه حرفای زشت و ناپسندی میگه رابطش نه با خانواده خودش و نه با خانواده من خوب نیست از شما خواهش میکنم راهنماییم کنید و برایش دعا کنید. خدا هدایتشون بده اما راهنمایی برای شما استاد بفرمایید. این که ایشون روزه نمیگیرن و این که اگر نماز نمیخونه خب طبعا حقا ایشون دارای میگم که مرتکب کار بسیار حرام و کبیره داره میشه نیاز به هر حال استتابه داره و توبه کنه. زیرا که به هر حال امر از و یک رکنی از ارکان اسلام یعنی نماز یا رکن بعدش روزه ایشون دارن مثلا از ادای این واجب سرپیچی میکنن بهترین روش شاید من که حالا به نظرم بیاد شما افرادهایی که ایشون اونها رو بدید احترام بهش نگاه میکنه و اعتراف داره به فضل و علمشون حتما باشون صحبت کنن و اون رو نصیحت کنن خودتون در منزل روشی رو به هر حال اتخاذ کنید که بتونید تأثیر بذارید روش تا اینکه بدونه به هر حال ایشون هم فرزندانی دارن خانواده‌ای داره مسئولیت‌هایی داره حتما می‌بایستی به هر حال فرزندانش هم از ایشون تقلید خواهند کرد پس بذار ایشون یک معلم خوب و کامل باشه نه اینکه یک فردی نعوذ بالله فاسد و به هر حال گناهکار بله اگر ایشون از طریق عالم این کار کنن شاید بهتر باشه اگر درست نشد هی تکرار شد و هی نماز نخوند یا گفت یا نه روزه نه نماز رفتار بد اخلاق بد اون خانم ایشون میتونن بعد این امر رو نه ایشون حق دارن که اگر چنین چیزی باشه و حاضر نیست که به هر حال قبول کنه و اطاعت کنه
طبعا ایشون میبایستی به هیئت فتاوا و بزرگان اونجا و دادگاه اونجا مراجعه کنه تا اینکه به هر حال در امرش یک رای بدن. بله خیلی متشکرم، لطف کردید دکتر عباد، زهمت کشید به سوالات شهری. من در جواب اون دوستمون که از بانه بودن یک قول رو که همیشه میگن اگر یک مجتهد اجتهاد کنه حتما یک ثواب رو داره، اما اگر یک نفر که مجتهد نباشه بخواد اجتهاد کنه حتما گناه رو داره حتی اگر رأی ثواب باشه. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.